به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط و همراهی میکنین. آقا یه عکسی از دیروز تا حالا هی داره تو فضای مجازی دست به دست میشه با عنوان از خودگذشتگی کارمند اداره آب. یعنی این عکس و این اتفاق اگه مال اروپایی ها بود کل اینترنت رو پر کرده بود. نمونهش مثلا همون کارمند نمیدونم کدوم کشور بود که تو چاه وسط سوسکا داشت کار میکرد، حتما شما هم دیدینش. تمام پیج های داخلی هم عکس و ویدیوش رو گذاشته بودن با القاب و عناوین مختلفا. آقا دمش گرم، این کار خیلی خیلی نیک و پسندیده‌ای هست، بایدم این انسان‌ها تقدیر بشن. اما حرف من چیه؟ حرف من اینه که چرا وقتی یه ایرانی تا گردن تو این سوز سرما رفته زیر آب داره کارشو میکنه و به مردم خودش خدمت میکنه، همون پیچ‌ها نباید یادی ازش بکنن؟ چرا؟ چون ایرانیه یا چیز دیگه ای؟ ولی همینجا من ازتون خواهش میکنم این فیلم و ویدیو رو تا جایی که میتونین بفرستین واسه دوست و رفقاتون تا ببینن تو ایران هم از این کارها میکنن مردم، ولی متاسفانه ربات ندارن که ویدیوهاشون تیتر یک بشه. خدا قوت آقا، هر جایی هستی دمت گرم. حالا یه نمونه دیگه از اون زاویه بذاریم بهتون نشون بدم. کسی عکسی از این حادثه در رسانه‌ها دیده؟ دانش آموز 17 ساله یه معلم رو تو کلاس درس تو مدرسه در آلمان با چاقو به قتل رسون، اما نه فیلمی اومده نه تصویری، در تیتر و متن خبرم هیچ اثری از خودتحقیری نیست. بازم میگم و تاکید هم میکنم دوستان عزیز، در انتشار اخبار جهانی به هیچ وجه قصد توجیه مشکلات ایران رو ندارم، ولی گول رسانه‌های اونجوری رو نخورین. تمام حرف من همینه. حالا بریم یه نمونه از همین جماعت رو ببینیم که مجری پاورقی چجوری میشوره و بهتر خودتون ببینین. البته هنوز هستن کسانی که دارن واسه جنبش فداکاری میکنن، دردهاشون رو نگه میدارن واسه روز موعود، مثل ایشون که یه عکس منتشر کرده از انگشت پاش که ناخنش شکسته و گفته که پام خورد به در کابینت، ناخنم شکست، خیلی درد داشت، ولی به یاد جوانایی افتادم که توی جنبش دارن اذیت میشن و درد میکشن و اینا، تحمل کردم و این درد رو ریختم توی خودم. آقا یه راه ساده داره، در کابینتو ببند، جلو پاتم نگاه کن. به همین سادگی نیاز نیستش که دردها تو بریزی تو خودت واسه جنبش، تموم میشه، پات نمیخوره این ور اون ور. بعدم خورد جیغ بزن تموم میشه، فراموش، برگرد به زندگی عادی. یعنی این جنبش هر چیزی رو تغییر نداد، روش‌های شوآف رو تغییر داد. قبل از این می‌رفتن تو درمونگا اینجوری یه عکس می‌انداختن از کیسه سرم اونجا داره، مثلا اوخ شدم مثلا اینا، الان تریپ مبارز پام خورد به در کابینت، جیغ بزن بگذر، توقف بیجا نکن، برو. بله خیلی تاثیرگذار بود. اما حالا واسه اینکه بهتر درک کنین اینا چه موجوداتی هستن و ارباباشون چه نقشه هایی کشیدن، دعوت میکنم این ویدیو رو ببینین. برای کشورهای اروپایی و دنیای آزاد، حمایت ایران از جنایتی که پوتین داره در اوکراین میآفرینه بسیار در حیرت نقش مهمی بازی میکنه و به خاطر همین هم من گفتم که برجامی به این راحتی ها صورت نمیگیره. چیزی که اینجا داره انجام میشه یک روایت غربی است که ایران رو مرتبط کنه به مسئله اوکراین. توازن قدرت بین دو طرفی که هر کدوم 6000 کلاهک هسته‌ای دارن نشون میده که مسئله تهبات ها یک جنگ روانی کاملا حساب شده بیش نیست برای زیر فشار قرار دادن ایران. مطمئنا فکر نمی کنم کسی فکر کنه که غرب به دنبال حقوق بشر و دموکراسی در ایرانه. اسلحه هایی که به عربستان داده شده و در جنگ 6-7 ساله یمن از اون استفاده شده هم آیا نباید مورد مؤاخذه و پرسش قرار بگیره؟ ما در مورد اخلاق صحبت نمی‌کنیم، راجع به روابط بین‌الملل صحبت می‌کنیم. بله دوستان، تا بحث از دلغک بازی و محکوم کردن ایران به هر بهانه‌ای میرسه به بحث منطقی، سریع از اتاق فرمان اشاره میشه که جلوشو بگیرین. اما آقای علمساله خودش استاد این بازی هاست. حالا ببینیم که در ادامه چجوری جواب دندون شکن میده، اونم با سند و مدرک و البته منطق.
ما در مورد اخلاق صحبت نمی‌کنیم، راجع به روابط بین‌الملل صحبت می‌کنیم. بنابراین اینیم که آمریکا کشوری است قدرتمند و از قدرتش داره استفاده می‌کنه. ایران چه می‌کنه در این زمینه؟ ایران آمریکا رو در افغانستان شکست داد، در سوریه شکست داد، در عراق شکست داد، در یمن هم شکست داد. اگر ما این رو یک موفقیت نظامی بدونیم که آمریکا در 20 سال اخیر هر جا که دلش خواسته به سراغ قدرت خودش رو اعمال کرده، ولی در مورد ایران نتوانسته حتی یک فشنگ به طرف ایران پرتاب کنه، این رو من موفقیت میدونم. مسئله که آقای صالح میگن دست کم به ایران حمله نشد. ببینید این دوستان ارزشی وقتی که صحبت از امنیت میکنن، امنیت رو فقط امنیت مرزها میدونن. وقتی که شما دارید میبینید که در مرزهای شرقی غربیتون و در منطقه چه اتفاقایی افتاده، قیمت جان انسانها و سوریه نشدن ایران که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و مهاجرت میلیون ها نفر و منهدم شدن زیرساخت های فرهنگی، تاریخی، صنعتی کشور خواهد شد، مطمئنن از وضعیت رفاه میتونه پر اهمیت تر باشه. حداقل دیده واقع گرایانه به ما نشون میده که تنها چیزی که جلوگیری از خطرهای خارجی رو خواهد شد یا منجر خواهد شد، یک قدرت بازدارندگی. قدرت بازدارندگی برای جنگ افروزی نیست، برای جلوگیری از جنگه. به نظرم از این بهتر و شفافتر نمیشد در مورد این مسئله حرف زد، ولی دوست دارم اون جمله طلایی آقای صالح رو یه بار دیگه تکرار کنم. آمریکا تو 20 سال اخیر هر جا که خواسته قدرت خودش رو اعمال کرده، ولی در مورد ایران حتی نتونسته یه فشنگ هم به طرف ایران شلیک کنه. اینو میشه موفقیتی واسه ایران تلقی کرد. اینم باشه واسه اونا که فکر میکنن خبریه. نه دوستان، هیچ خبری نیست الا بازی رسانه‌ای. حالا در همین مورد یه خبر خیلی طنز ولی خب خسته کننده و تکراری براتون دارم، ببخشید دیگه. نتانیاهو برگشته گفته که اسرائیل آماده است در صورت لزوم به برنامه هسته‌ای ایران حمله کنه. این از این. از اون ورم رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته که ایران مأموریت مرکزی ماست و ارتش اسرائیل کسب اطلاعات را برای حمله تسریع کرده. ارتش اسرائیل در روز موعود آماده است تا دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کند. توانایی حمله به خود ایران حتی بدون مشارکت آمریکا. آفرین. دوستان به نظرتون لازمه چیزی در مورد روز موعود بگم یا مشخص روز موعود کیه؟ به نظرم این ویدیو میتونه پاسخ جذاب و البته خفنی باشه واسه این گندگویی ها. دوستان ما هم که طبق معمول در همه حوالی در حال گشت‌زنی بودند، تعداد دو فروند از شناورهای ما فهماندی و کنترل جزیره هم با سیستم هایی که خودش داره دو تا هدف مشکوک رو میبینه و به شناورهای ما اعلام میکنه که اونها رو مورد شناسایی قرار بدن. ساعت 4 بعد از ظهر بود، فرمانده کنترل تماس گرفت، گفت موقعیتت کجاست؟ گفتم موقعیت چه خبره؟ گفت موقعیتت کجاست؟ گفتم موقعیتم کنار شناور است. گفت دو تا شناور داریم با سرعت 45 گره داریم میان به سمت جزیره. ما هم تقریبا همون حوالی نزدیک بودیم، یعنی تقریبا یکی دو مایل بیشتر فاصله نداشتیم. به سمت شناورا رفتیم، نزدیک و نزدیکتر که میشدیم فکر میکنیم که شناورای سرعتی خودمونه. فاصله که نزدیک شد، پرچم که دیدیم فهمیدیم شناورای آمریکاییه. سری رو کانال 16 هم خودمون اختار دادیم، هم مرکز فرمانده کنترل اعلام کردیم که اختاری لازم بهشون بده. به محض اینکه شناورا بهشون رسیده بود به ما تماس گرفتن، شناور آمریکایی است. گفتم حقیقت داره؟ گفت آره شناور آمریکایی است. گفتم برو نزدیکش بهش 100 متریش ببینم اون صحبتی که میکنی حقیقت داره یا نه. شناور که رفته بود بهش چسبیده بود به ما تماس گرفت، شناور آمریکایی است. چون که باورمون نمیشد که آمریکایی‌ها این اشتباه رو بکنن بیان داخل سرزمین آبی ما. سردار جانشین فرمانده کل سپاه سردار سلامی و سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه تو بوشهر حضور داشتن. شما حساب بکنید ما تو جزیره فارسی، سردار جانشین فرمانده کل سپاه، سردار فرمانده نیرو، سردار فرمانده منطقه تو بوشهر. تو همین فاصله تلفن زنگ خورد، من گوشی را برداشتم کنار قایقا بودم تا سردار فرمانده منطقه است. گفت گوشی داشته باش. من گوشی را دست گرفتم، گفت تا سردار فدوی فرمانده محترم نیروست دیگه تماس گرفت، گفت شناورا اومدن در چه حدی از جزیره. گفتن شناورا دقیقا در سمالی الان اومدن. گفت شما کار خودتون انجام بده، ما دیگه ماموریت خودمون واضح است دیگه. این شناورا را به شناورا اعلام کردیم، شناورا به معزی که بهشون رسیده بودن مجددا درخواست نیرو کرده بودن، درخواست کمکی کرده. ما سری بلافاصله به نیروها اعلام کردیم، نیروها اومدن خود شناور داخل شناور، سری با فرمانده شناوری اینا را هماهنگ کردیم و حرکت دادیم به سمت شناور.
بلافاصل اونها رو محاصره کردن و به اونها اعلام کردن که شما وارد آبهای ما شدید. طول لحظات اول که با هم بالاخره صحبت‌های رد و بدل می‌شد، اونها پشت قبضه ایستاده بودن که ما هنوز حالت نظامی خودشون رو حفظ کرده بودن. بعدن دیگه حالا یه خود خودشون بالاخره کم زیاد کردن، وضعیت رو سنجیدن، دیدن تا مثلا اگر اونها پشت قبضه هستن، نفرات ما واقعا پشت دست به ماشه هستن، یعنی باید هر جنبه رو نگاه می‌کردن تا نفرات ما یه پله از اونها جلوتر هستن. اون صحنه اولی که ما وارد شدیم و چون آمریکایی‌ها خیلی عکس العمل واکنش سخت نشون میدادن که مثلا دستگیر نشن یا شناش توقیف نکنی یا به جزیره نبریمشون، دوشکا رو گرفتیم به سمتشون، گلنگیدنی که کشیدیم رو فرماندهشون، دیگه فرماندهشون این دستش برد بالا، یه نونوی هم گفتیم بیسیمش گذاشت که نه. حالا ساعت چند؟ ساعت 5 بعد از ظهر. بودن تا شب نشده اینا رو سری منتقل بدین داخل حوضچه که این شناورا و بالگردا و اون هواپیمایی که روی نو هواپیما بر بالگردان برشون هست نزدیک نشن. اینا که دستگیر شدن 10 نفر بودن از اسکادران ریورینگ، یعنی اسکادران رودخانه‌ای که آماده ترین و ورزنده ترین نیروهای ارتش آمریکا تو خلیج فارس هستن. اونها جز افراد خبره ای بودن، چون آمریکایی ها که نفراتشون میان تو خلیج فارس افرادشون رو از هر جنبه تست میکنن، افراد نخبه و بهترین نفرات و تفنگداراشون میارن. طبق اطلاعاتی که بعداً ما از سیستم هاشون هم در آوردیم مشخص شد اینا همشون به عنوان مربی بودن تو بعضی از کشورها، به عنوان مربی بودن، استاد بودن. حدوداً ساعت اگر اشتباه نکنم 7:45 بود که اینجا با شناور تندر حرکت کردیم. ناو هواپیمابر هری استرومن شماره بدنه سیوین 75 اومد نزدیک ما، گفت که آقا دو فرمان شناور ما دستگیر شدن و شما اینا را تو آبای بین المللی نبودن، تو آبای بین المللی بوده، تو آبای داخلی، اینا را خواهش میکنم رها کنید. ما همینجا گفتیم که آقا نخیر، اینا وارد آبای سرزمینی ما شدن، ما چون کل اطلاعات از دست قبل داشتیم دیگه از دست اونا، گفتیم که اینا وارد آبای سرزمینی شدن، طبق حقوق دریا، طبق حقوق به طبق قانون باید اینا بالاخره باشون برخورد بشه و ما منتظر دستورات صادره از فرماندهان ما هستیم. لازم به ذکر دوستان، اونایی که دستگیر شدن ادعای ابرقدرتی دنیا رو دارن و لازم به ذکر تره که همون دستگیر شده ها اربابان نتانیاهو و دار و دستش هستن. بس دیگه، بازم بگم از اتاق فرمان اشاره میکنن کافیه، باشه چشم. حالا در انتهای این ویدیو بریم یه گفتگو بشنویم با مادران جانبازان مدافع امنیت هاشم خدابخشیان و ابوالفضل خلیلی به مناسبت روز مادر. من هیچ جمله‌ای در وصف بزرگی این مادران ندارم بگم دوستان، شما هر چی خودتون خواستین بنویسین. سلام مادر. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ باشم قربان شما. مادر من تماس گرفتم خدمتتون، از همکاران پسرتون هستم که جانباز نیروی انتظامی هستم. تماس گرفتم پیشاپیش روز مادر رو خدمتتون تبریک بگم. خیلی ممنون، لطف کردین. داشت میشه ماجرای جانباز شدن فرزندتون رو برامون تعریف کنیم؟ بله بله، از همین چهار خیام بوده با اشرار و اینو دیگه رفتن ماموریت داشتن، بعد گفت ظهر جمعه بود، رفت اونجا گفت تا چیز برمیگردن، بعد دیگه با اشرار در شدن و ایشون گیر خورد و بعد چیز شد دیگه. میشه از شرایطش برامون تعریف کنید؟ دیگه همین کاری که ببرمش تو حمام، پاچه بیشتر بیه پاچه بیشتر بیاریم و بعد ایزولاف و چیزا همین کاراش انجام میدیم، آبیم دستاشو بشوره میدیم، نمیتونه که دیگه نترکون بخوره. خب مادر اگه میتونست بره خرید بکنه دستاشی چی برات هدیه بخره؟ من هم خوبیش همیشه بهش هم میگم خوبیت ها نمیخواد، توقع هیچ که نیست، هرچی داریم برای خدا تا همیشه نیست، از توقع نگه. خب مادر مزاحمتون نمیشم، پیشاپیش روز مادرم خدمتتون تبریک میگم. خیلی ممنون، لطف خدا، سلامت باشید. خانواده محترم سلام برسون. خیلی ممنون، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. سلامت باشید قربان.
الو. سلام مادر. سلام، ما شما خوبه؟ سلامت باشین، خیلی ممنون. من تماس گرفتم که ازتون تشکر کنم بابت این زحمتایی که برای آقا ابوالفضل کشیدید. در شما در نکنه. از آبادان نیروی انتظامی هستن و من خواستم که پیشاپیش روز مادر رو خدمت شما تبریک بگم. مادر از زحمتایی که میکشید میشه برامون تعریف کنید؟ مثلا صبح صبحانه بدم و نهار بدم و با اینا میرسم بهش، پدرش میرسه، من میرسم. چیکار کنیم؟ مادر چه آرزویی داری برای فرزند؟ آرزو خدا اینه شفا بده، سلامتی بده، ایشالله خوشبخت بشه، یک زن خوب نصیبش بشه. همین آرزوی من همین. مادر اگه برگردیم به سالی که فرزندتون سالم بود و هنوز جانباز نشده بود، حاضری بازم پسرتون بره توی عرصه نظم و امنیت بیرون؟ آره، وظیفه‌ش بره. مملکت ما دیگه اگه اینا نباشه معلوم نیست چی بلای سر مردم بیاد. دمت میکشم. واقعا با این همه سختی هایی که الان داری شما تحمل میکنید چقدر دوستش داری؟ دوست خیلی دارم. اصلا همیش ناراحتم، میگم تو خونه باشی خیالم جمع‌تره، نمیچو جوریه. دوست دارم همیش پلو من باشه. سوال آخرم دیگه مادر، حالا با توجه به این که الان آقا ابوالفضل شاید مثلا نتونه بره خرید برای شما، اگه میتونست بره شما چی دوست داشتید برای هدیه بخره؟ این میگه الان دیشب هم صحبت کرد، گفت مامان هر چی دوست داری برای تو میخره. بگو روز مادرم، باتم گفتم که روز مادر من تو هست، تو هم اینجا هستی، من هیچی نمی کن، فقط سلامتی تو رو می کن. مادر ایشالله که خودت هم صحیح و سالم باشی، سلامت بستر بچه ها باشه. نه در شما در من ایشالله صحیح سالم پیش خانواده شون باشین و خیلی ممنون باشه. سلامت باشی، خانواده رو سلام برسونی. چشم، سلامت باشی، خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.